داخل ویدیو امروز میخوام بهتون یه متد خفن جدید آموزش بدم که بدون داشتن هیچ مهارت و هیچ تجربه ای میتونید با طراحی لوگو برای هر بار انجام این کار $110 پول به دست بیارید و خیلی ساده با انواع اقسام متد پولتون رو براش بزنید. بچه ها تکرار میکنم، بدون نیاز به داشتن هیچ تجربه و هیچ مهارتی میتونید لوگوی خودتون رو طراحی کنید. فنیزی که تا آخر ویدیو رو همراه من تماشا بکنید. سلام بر وقت خفن سویت منی بچه، خیلی خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال من. اسمم مانی، هر روز براتون دوتا ویدیو دارم از جدیدترین روش‌های کسب درآمد دلاری. داخل ویدیو امروز میخوام بهتون یک متد خیلی خیلی خفن رو معرفی کنم که خیلی ساده بدون داشتن تجربه و بدون داشتن هیچ گونه در واقع مهارتی شما میتونید بیاید و لوگو طراحی بکنید و لوگویی که طراحی کردید رو به قیمت‌های بالایی مثل 110 یورو، 120 یورو و حتی تا 200 یورو بفروشید. بچه‌ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب بکنید، یه کامنت برام بذارید و کلی بهم انرژی و انگیزه بدید. بچه‌ها موضوع بعدی این که لینک تمام سایتایی که توی این ویدیو ازشون استفاده شده رو توی کانال تلگرام مستقیما براتون آپلود کردم همین الان و با جوین شدن توی کانال تلگرام هم توی قرعه کشی 2 میلیون تومانی شرکت می‌کنید و هم می‌تونید از لینک مستقیم سایت ها استفاده بکنید. بچه‌ها لینک کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن ویدیو و هم توی کامنت اول همین ویدیو بچه‌ها براتون همین الان پین شده، پس حتما از من برید و جوین بشید بچه‌ها و اینکه لایک کامنت سابم که گفتم یادتون نره و بدون معطلی بزنید بریم سراغ این ویدیوی خفن. خب بچه‌ها ما وارد سایت دیزاین کراود شدیم. بچه‌ها سایت دیزاین کراود یک سایتی هستش مخصوص فریلنسرینگ برای افرادی که طراحی لوگو، طراحی‌های گرافیک و کارهای ادیتینگ انجام میدن. بچه‌ها اگر این قسمت ببینید بالای 1,100,000 دیزاینر و فریلنسر داخل این سایت دارن کار انجام میدن و برای هر در واقع پروژه‌ای که داره صورت میگیره 25 تا 100 دیزاین داره انجام میشه که اینو جلوتر کامل بهتون توضیح میدم یعنی چی، و تا به الان 457,370 پروژه کامل و تکمیل شده تا داخل این سایت انجام شده. بچه ها کارهایی که شما داخل این سایت میتونید انجام بدید تمومی نداره، یعنی این قسمت مثلا لوگو دیزاین، بیزینس کارت دیزاین، وب دیزاین، فلایر دیزاین، هم گرافیک دیزاین و تیشرت دیزاین، اما اگر سی آل کاتگوریز رو بزنید همینطوری کلی براتون کاتگوری مختلف میاد که میتونید این قسمت در واقع انجامشون بدید و ازشون پول در بیارید. بچه ها کاری که ما امروز میخوایم بکنیم تحت عنوان لوگو دیزاین، اگر دوستان قدیمی تر باشن داخل چنل این متد رو داخل چنل من دیدن، چون من قبلا هم این ویدیو رو براتون گذاشتم بچه ها، اما این ویدیو رو دارم با آپدیت شده با اطلاعات بیشتر برای افرادی که تازه داخل چنل من عضو شدن قرار میدم. بچه ها روی قسمت لوگو دیزاین زمانی که کلیک بکنید خب این قسمت بهتون میگه که در واقع از این لوگوهای مثلا چند نفر تا الان داخل این سایت کار انجام دادن و مثلا چه نمونه کارهایی وجود داره. و اگر این قسمت ببینید بچه‌ها برای اینکه باورتون بشه که درآمدهای این سایت واقعیه و به هیچ عنوان اسکم نیست، اولا که در واقع از تراست پایلت اکسلنت گرفته و 4.5 ستاره رو گرفته و دوما از پارتنرهای سایت مایکروسافت، HTC، یونیسف و اسپاتیفای حتی و کلی سایت‌های خفن دیگه هستن که پارتنرهای این سایت هستن و به عنوان شریک این سایت در واقع هستن. بچه اگر توی این قسمت دیزاینرز برید و توی قسمت لوگو دیزاین رو کلیک بکنید میتونید تمام دیزاینرهایی که توی این سایت از قبیل لوگو دیزاین پول در میارن رو ببینید و درآمدشون رو هم ببینید. مثلا این فرد نفر اول سایت $361,000 تا به الان از این سایت درآمد داشته. بچه خب اینا نفرات اولن، ما میریم مثلا پیج چهارم 4300 خورده ای پیج داره بچه ها، و همونطور که میبینید مثلا اینجا اگر بیاین نفر 112 هم $34,500 از این سایت پول برسه آورده. دوباره همینجوری پیجا رو ببریم بالا بچه ها که ببینید که افراد خیلی پایین هم از این سایت درآمده خوبی دارن. دوباره 168 هم از هند $26,400 از این سایت درآمد داشته بچه ها. پس میشه درآمدهای خفنی داشت، شما حتی به $1,000 درآمد هم از این سایت برسید میشه 52 میلیون تومان به پول ما بچه ها. و برای اینکه بتونید در واقع اون جاب ها و اون کارهایی که شما میخواید انجام بدید رو پیدا بکنید خیلی ساده توی کاتگوری جاب و از این قسمت لوگو دیزاین رو کلیک میکنید تا براتون پروژه هایی که مربوط به لوگو دیزاینر رو اینجا بیاره بچه ها. توی این قسمت که بیاید دو نوع پروژه ما داریم، یه دونه پروژه ای هستش که پرایوته و شما نیازه که اپلای بکنید و در واقع ثابت کنید خودتون رو، یه دونه پروژه اوپنه. حالا فرق این دو تا پروژه رو چیه الان بهتون میگم. پروژه هایی که در واقع پرایوت هستن پروژه هایی هستن که خب پول خوبی میدن، زمان خوبی هم دارن، اما
برای اینکه شما بتونید این کار رو انجام بدید، میگم نیاز به اپلای داره که شما باید برید به اون فرد پیام بدید، بگید آقا من اسکیل هام این هستش، مثلا دو تا نمونه کار براش بفرستید که در واقع به این حالت بشه که آقا شما این کاره اید و کار داخل این سایت انجام میدید. پروژه دوم پروژه های اوپن هستن بچه‌ها، که در واقع خب فرقشون تعداد دیزاینرهایی که داخلش دارن کار میکنن بالاتره، اما خب شما دیگه نیاز به اپلای ندارید، یعنی فقط پروژهتون رو اون قسمت قرار میدید. حالا اینکه منظورم از این مثلا تعداد دیزاینرها بالاتره چیه، ببینید بچه ها مثلا یه دونه این قسمت لوگو دیزاین فور د برند نیمد در واقع وات یور میسینگ یا همچین حالتی، اگر کلیک بکنیم روش یک سری اطلاعات به ما میده. اولا میگه که 6 روز هنوز از وقت این پروژه باقی مونده، یعنی شما تا 6 روز دیگه میتونید بیاید و وقت این پروژه رو انجام بدید و بفرستید حالا برای صاحب پروژه و این چیزها. این قسمت یه دونه دیزاینز داره، این قسمت هم یه دونه دیزاینرز داره که زده 24 تا دیزاینر دارن روی این پروژه کار میکنن. حالا چرا در واقع این منظورش از این 24 تا دیزاینر و 29 تا دیزاین چیه بچه ها؟ توی این سایت یه حالت مسابقه طوره، یعنی شما مثلا توی تمام متدهای دیگه من بهتون برای لوگو دیزاین میگفتم مثلا برای هر پروژه شما $10 $15 نهایتا مثلا $20 میگرفتید، اما خب اینجا یهو $150 میگیرید. چرا؟ چون که این قسمت همونطور که گفتم مثل مسابقه است، یعنی 24 تا دیزاینر تا الان راجب توی این پروژه کار انجام دادن و 29 تا دیزاین مختلف برای اون فردی که حالا برای این پروژه هستش فرستادن. و اینکه این قسمت اگر ببینید فرست پلیس رو زده $150 و کلا توتال قضیه هم $150، یعنی $150 جایزه آماده کردن و در واقع دستمزد آماده کردن برای فردی که از بین تمام دیزاینرهای اینجا انتخاب بشه و به عنوان بهترین دیزاینر شناخته بشه و دیزاین اون فرد رو بیان و بخرن بچه. یه حالت مزایده طوره، یه حالتیه که شما باید رقابت انجام بدید بین دیزاینرها. مثلا این 24 تا دیزاینر رو الان دارن کار میکنن و هنوز 6 روز مونده، یعنی قرار کلی دیزاینر دیگه هم به این پروژه اضافه بشن. حالا اگه بخوام یه جور دیگه ملموستر توضیح بدم که قابل لمستر باشه و بهتر متوجه بشید، باید بریم سراغ بقیه پروژه ها که بهتون خیلی بهتر توضیح بدم و کاملا متوجه بشید بچه ها. خب بچه، برای اینکه گفتم ملموستر بهتون توضیح بدم، مثلا این پروژه نوشته که 190 یورو بهتون میده، 148 دیزاین تا الان فرستادن و 90 تا دیزاینر دارن روش کار میکنن. و اگر ما این قسمت کلیک بکنیم میخوام بهتون اون فرست پلیس و ایناشو توضیح بدم. ببینید مثلا تو این قسمت نفر اولی که برنده بشه 150 یورو میگیره از این 190 یورو، یعنی 190 یورو بودجه کاره. 150 یورو نفر اولی که برنده بشه که میگیره و تا 4 نفر بعدی، یعنی دوم، سوم، چهارم و پنجم، 4 نفر بعد نفر اول، هر کدوم نفری 10 یورو میگیرن بچه ها، که جایزه اون 4 نفر بعدی هستش و جمعاً کل مبلغی که پرداخت میشه 190 یورو هستش و خب به این حالت در واقع میاد و پول تقسیم میشه. حالا مدل این که چجوری باشه لوگو اینا، این قسمت حالا یک سری توضیحات بهتون داده. این قسمت یک سری مثلا لوگوهایی به عنوان مثلا لوگوی نمونه کار براتون فرستاده، مثلا لوگوی IBM، H&M، نمیدونم کالوین کلین و مثلا تیفانی و کوکاکولا که مثلا لوگوهایی هستن که این لوگو میتونه شبیه به اونا باشه و رنگهایی که میخوان داخل این لوگو استفاده بشه یک همچین رنگهایی هستش که شما باید بیاید و داخل این لوگو استفاده بکنید. حالا الان جای مهم قضیه اینجاست، شاید به خودتون بگید آقا من اصلا بلد نیستم، طراحی بلد نیستم، نه فتوشاپ بلدم، نه افتر افکت بلدم، هیچی بلد نیستم که بخوام بیام و لوگو طراحی بکنم. هیچ اشکالی نداره بچه، شما دو تا سایت هستش که باهاش میتونید بیایید و طراحی لوگو انجام بدید. سایت اول سایت canva.com که آدرس سایت رو همین الان توی چنل تلگرام براتون گذاشتم. سایت دومم کیتل هستش بچه، جفت سایت ها رو همین الان توی چنل تلگرام براتون گذاشتم آدرسشون رو. توی سایت کنوا که میایید اکانتتون رو میسازید و لاگین میکنید و توی قسمت کرییت دیزاین کلیک میکنید بچه، و از این قسمت فقط نیازه که بخش لوگو رو انتخاب بکنید. توی سایت کیتل هم به همین صورت، حالا به این حالته که شما میایید از لوگوهایی که اینجا هستن یه دونه رو انتخاب میکنید، یه دونه ای که حالا نزدیکتره به اون لوگویی که اون فرد گفته، نزدیک لوگوی مثلا تیفانی و نمیدونم لوگوی مثلا کوکاکولا و یه همچین لوگویی میخواستن، یه لوگوی ساده که حالا شما میتونید بیاید از بین این لوگوها بیاید و انتخابش بکنید. اینا خیلی لوگوهای در واقع چجوری بهتون بگم، یه حالت
خیلی فانتزی هن. ما مثلا توی همین سایت بریم این قسمت، توی سایت کنوا رو اول بهتون توضیح بدم بچه‌ها، یه دونه بخش تمپلیت دارید که قالب شما هستش که آقا میخواید این لوگوتون مربوط به غذا باشه، موزیک باشه، ماشین باشه، گیم باشه یا چیزهای مختلف که حالا از این قسمت میتونید بیاید و انتخاب بکنید. این هم بخش استایل هستش که طیف رنگی لوگو رو استفاده میکنید، یعنی شما میگید که آقا فرقی نداره فقط لوگوی من تو این طیف رنگی باشه، که الان مثلا ما میایم انتخاب میکنیم رنگ هایی که توی این قسمت برامون گذاشته بود، سبزهای مختلف و زردهای مختلف بودن، که خب ما سعی میکنیم که این رنگ ها رو بتونیم بیاریم. یه دونه سیال رو بزنیم. خب رنگ هایی که برای ما آورده بود که مثلا یک همچون رنگ هایی باشه، یه مقدار باید بگردیم، خیلی رنگ های شادی بود، سبز و زرد و این چیزها، که مثلا اگه بخوایم ببینیم یه همچین طیفی بوده بچه ها. ما این رو انتخاب میکنیم و مثلا یک لوگو میاد برای ما طراحی میکنه، اما این به نظر من خیلی عاقلانه نیست. یعنی شما اگه میخواید یک لوگو طراحی بکنید توی همون بخش تمپلیت برید و حالا مثلا توضیحاتش رو اگر بخونید میبینید که مثلا لوگویی که گفته در مورد چیه. اجازه بدید این قسمت فوده بچه، خب مربوط به فود هستش این قسمت. ما مثلا اینجا کتگوری فود رو انتخاب میکنیم و از این قسمت کلی لوگوهای مختلفی برای ما میاد، اما نوشته ما باید یک همچین حالتی باشه، یعنی یک حالتی مثل لوگوی تیفانی، نمیدونم کوکاکولاس، کالوین کلین و این چیزها، که وقتی من اینجا رو میگردم لوگوهایی که یک همچین حالتی هن، مثلا این لوگو میتونه یک همچین حالتی باشه، این لوگو میتونه همچین حالتی باشه و کلن چیزهای شبیه رو باید برداریم، مثلا این رو که شما حالا میتونید خیلی راحت این رو انتخاب بکنید. اجازه بدید من ریپلیس انجام بدم. رفتش. اجازه بدید. خب این الان لوگویی بود که برای ما آورد، اما خب یک همچین حالتی. اد نیو پیج انجام میدیم و خب این لوگویی هستش که ما داریم بچه‌ها، یک همچین حالتیه. اما خب حالا باید ببینیم که متن لوگو چیه. لوگو تکست رو اینجا برای ما گذاشته آورا بای نیکول، که ما این رو میایم کپی میکنیم آورا بای نیکول رو، و توی این قسمت متنمون، حالا این رو کاری نداریم، این متنی که اینجا برای ما نوشته رو اجازه بدید توی ادیت ایمیجمون، این متنی که برای ما اینجا نوشته، این الان اون پشتشه، من این رو کاری ندارم، این رو کار دارم که اینجا ما باید بنویسیم نیکول و توی این قسمت من این رو میام کاری نداریم. این پشت قبلیش چی بود؟ آورا بای بود. بنویسیم آورا بای، مثلا آورا بای نیکول. حالا این رو مثلا میاریم این زیر این قسمت، مثلا مدل رستورانه که حالا نوشته breakfast and مثلا bakery، نمیدونم حالا bakery یعنی چی، اما خب مثلا یک همچین حالتی. حالا اون مدل پشتش رو رنگ هایی که گفته استفاده میکنیم، یعنی مثلا به ما گفته بود که طیف رنگی تون یک همچین حالتی باشه، حالا مثلا ما میایم طیف رنگیمون رو اون پشت رو مثلا میایم یه حالت تیره ای میکنیم، مشکیش میکنیم، اما اون در واقع بک‌گراند قضیه رو میایم یک رنگ دقیقا همون جوری که به ما گفتن قرار میدیم بچه ها، یک همچین حالتی. بعد مثلا رنگ نوشته ها رو مثلا اینو ببریم اون، و رنگ نوشته ها رو ما میخواییم تغییر بدیم به سفید، انقدر راحت و آسون این رو میذاریم حالا زیرش. حالا مثلا رنگ این رو هم من دوست دارم ببینم دیگه چیه اینجا داشتیم، مثلا دوست دارم یه رنگ زرد، حالا ببینیم زرد رنگ خوبیه، آره مثلا یک همچین حالتی. حالا اگه بخوایم بیشترم معلوم باشه یکم رنگ تیره تر استفاده میکنیم، اما خب هر چیزی که دوست دارید، مثلا این رو این قسمت آورا بای نیکول رو مینویسید، حالا این قسمت هم حالا همون چیزی که دوست دارید رو مینویسید و در واقع یک لوگوی خیلی ترتمیزی برای فرد آماده میکنید با رنگ دلخواه فرد. حالا یک نمونه کار بود که من توی 5 دقیقه آماده کردم، شما باید کلی وقت بذارید براش تا بتونید بیاید این کار رو انجام بدید. توی سایت کیتل هم به همین صورت بچه، مثلا یک همچین لوگوی کلیک میکنید، use this design رو میزنید و میرید توی صفحه ادیتور و مثل همین دقیقا میتونید حتی آپلود بکنید، یعنی اگر چیزی دوست دارید مثلا یک فایل رو میایید و آپلود میکنید داخل سایت که استفاده بکنید ازش، نمیدونم فایل های متنی جدید، فونت های جدید و کلی چیزهای مختلف دارید که ازشون استفاده بکنید بچه ها، که
برای دانلود کردنش هم خیلی ساده، توی گزینه شیر کلیک میکنه دانلود و به صورت پی ان جی و جی پی جی میتونید دانلود بکنید که حالا خودش پی ان جی رو ساجست کرده و پیشنهاد داده و خیلی ساده دانلود رو میزنید و دانلود میشه. اگر این قسمت کلیک بکنید من میتونم بزنم اینجا، میبینید که خیلی ساده لوگوی ما رو برامون میاره بچه ها، به همین سادگی. و خب خیلی ساده میرید و به مشتریتون تحویل میدید و پولتون رو میگیرید. اما باز هم میگم بچه ها، به دلیل اینکه درآمد این سایت به شدت بالاست و سایت بسیار معتبریه، شما باید کار انجام بدید، یعنی نباید زود گیواب کنید. آقا شما شاید تا یه ماه اول درآمد نداشته باشید، پس نرید بگید اه چرا درآمد نداره، چرا فلانه، چرا بیستاره. اصلا دلیل اینکه خود منم نمیرم این کار انجام بدم چون اصلا خاکخوری داره، یعنی اینجوری نیست شما الان ثبت نام کنی فرد $200 درآمد داشته باشی. اگه اینجوری بود همه میومدن این کارو میکردن. اما موردی که هست اینه که شما باید برید داخلش کار انجام برید، گیواب نکنید، مستمر کار بکنید، توی پروژه های زیادی شرکت بکنید که هم لولتون بره بالا، هم شناخته شده بشید و بتونید که کار انجام برید و پول به دست بیارید. بچه‌ها خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو همراه من تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید، اکانت برام بذارید و کلی به انرژی و انگیزه بدید. بچه ها خیلی عشقید و اینکه تا ویدیو بعدی کلی مراقب خودتون باشید، سعی کنید پولدار بشید. ویدیو که این بغل براتون گذاشتم هم حتما تماشا کنید و فعلا خدا نگهدار.